در این عالم وجود قوانینی حاکم است که اهل ماده اون قوانین رو نمیشناسند، اون قوانین رو نمیبینند. سنت الله فی الذین خلو من قبل. در جای دیگر سنت الله التی قد خلت من قبل. سنت خدا یعنی قوانین الهی، قوانینی وجود دارد در عالم وجود. این قوانین مثل قوانین طبیعی، مثل قانون جاذبه، مثل قانون ستارگان و خورشید و ماه و آمد و رفت ماه و خورشید در شبانه روز، اینا قانونه، قانون طبیعی است. همینجور قوانینی در جوامع انسانی وجود دارد. این قوانین رو اهل ماده با چشمهای کمسو نمی توانن درک بکنن، اما وجود داره. خب وقتی که ما زمینه این قوانین رو به دست خودمون فراهم کردیم، خدای متعال قانون رو محکم میکند. آتش سوزندگی داره، باید شما زمینه رو فراهم بکنید، آتش رو روشن کنید، جسم غیر مرطوب رو رو آتش بگیرید، آتش خواهد گرفت. زمینه رو فراهم بکنید، قانون طبیعی کار خودش رو خواهد کرد. باید زمینه رو فراهم کرد. ما یک جبهه وسیع دشمن در مقابل خودمون داریم، جبهه وسیع دشمن، از سردمداران رژیم صهیونیستی تا سردمداران دولت آمریکا تا دیگر ایادی و عوامل استکبار جهانی تا عوامل تکفیری تا داعش. ببینید جبهه عظیمی است، یک طیف عظیم و نامتجانس. اینا همه دشمن نظام جمهوری اسلامی. یه جبهه‌ای وجود خیلی کارام میتوانن بکنن، حملات تبلیغاتی میکنن، تمام این دستگاه‌های رسانه‌های دنیا تو مشت ایناست علیه جمهوری اسلامی، هرچی دلشون میخواد میپراکنن. کلیدهای اقتصادی دست ایناست، قدرت‌های سیاسی دست ایناست، نظام‌های امنیتی دست ایناست، سرویس‌های اطلاعاتی مال ایناست. اینا در مقابل نظام جمهوری اسلامی هستند. خب یه عده‌ای وقتی چشمشون به این جبهه میفته دلشون میریزه. این به خاطر این است که از اون کلید واژه مهم سنت الهی غفلت می‌کنه. اون که ما را در مقابل توطئه دشمن پایدار می کند ایمان به خدا و اعتماد به وعده الهی. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تبديلا. این سنت الهی است. اگر چنانچه در مقابل زورگویی و ظلم و استبداد و خباثت ها و جنایت های جنایتکاران عالم بایستید، قطعا مجبور به عقب نشینی میشن. این قرآن کریمه، به عنوان یک سنت قطعی تاریخ و سنت الهی از این یاد میکنه و این سنت انشاءالله عملی خواهد شد. ما این رو امتحان کردیم. در مقابل دشمن عقب نشینی مشوق دشمن است، در مقابل دشمن ایستادگی موجب عقب رفت دشمن است.